هنری کسنجر وزیر خارجه سابق آمریکا در صد سالگی درگذشت. در این برنامه نگاه کوتاه به زندگی کسنجر، پیوند او با قضایای تاریخی کشور ما و تحلیل اخیرش راجع به افغانستان میپردازیم. هنری کسنجر در سال 1352 خورشیدی با همسر خود به کابل آمد و با محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سفر این عالی ترین مقام آمریکایی شوک شدیدی به مقام های شوروی سابق وارد کرد زیرا آنان نگران بودند که داود خان به بلوک شوروی پشت کند و به دامان آمریکا بیفتد این کابوس روسا به واقعیت تبدیل شد و داود خان به تدریج خود را از شوروی دور و به آمریکا نزدیک کرد اما آمریکا آن طور که باید از نظام نوپای جمهوری داود خان حمایت میکرد نکرد و این گونه بود که عوامل شوروی در هفته سور و هفت سور 1357 نظام جمهوری داود را سرنگون کردند و خودش را کشتند. اما هنری کسنجر وزیر خارجه سابق آمریکا در سن 100 سالگی در خانش در ایالت کانتیکات درگذشته است او در دولتهای ریچارد نیکسون و جرالد فورد نقش تعیین کننده در سیاست خارجی آمریکا داشت کسنجر شویتس شرکت رایزنی امور سیاسی که آقای کسنجر تأسیس کرده بود ضمن تایید خبر درگذشت او در خانش به علت مرگ او اشاره نکرده است هاینتز آلفرد کسنجر در 27 می 1923 در آلمان و در یک خانواده یهودی طبقه متوسط به دنیا آمد کسنجر و خانوادهش در سال 1938 از آلمان تحت تسلط نازی ها به آمریکا گریختند او در سال 1943 شهروند آمریکا شد و سه سال در ارتش این کشور خدمت کرد و بعدا وارد سپاه ضد اطلاعات شد او بعد از کسب مدرک لسانس فوق لیسانس و دکترا شروع به تدریس رشته روابط بین الملل در دانشگاه هاروارد کرد ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا در سال 1969 او را به عنوان مشاور امنیت ملی منصوب کرد که باعث نفوذ زیاد او در سیاست خارجی آمریکا در دو دولت شد او تای چند دهه فعالیت دیپلماتیک نقش کلیدی و گاه جنجالی در سیاست خارجی و امنیتی این کشور بازی کرده است او با پشتکار فراوان سیاست تنجزدایی را دنبال کرد سیاستی که یخ روابط میان اتحاد شوروی و آمریکا را تا حد آب کرد و راه را برای روابط بهتر با چین باز کرد او از طرفداران سرسخت خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام بود و به خاطر نقشش در برقراری آتش بس در آن منازعه در سال 1973 جایزه نوبل صلح را دریافت کرد اعطای جایزه با او باعث جنجال شد و دو نفر از اعضای کمیته نوبل استعفا کردند او همچنین در کمک به مذاکره برای پایان جنگ 1973 میان اسرائیل و همسایگانش نقش داشت با این حال در طول سالیان کسینجر در معرض انتقادهای گزنده از سوی کسانی قرار گرفت که او را متهم می کردن رقابت با اتحاد جماهیر شوروی را بر حقوق بشر ارجح میداند و از رژیم های سرکوبگر در اطراف جهان از جمله رژیم پینوشه در شیلی حمایت می کند. هرچند کسینجر در سال 1977 خدمت دولتی را ترک کرد اما با عنوان صاحب نظر پرکار در امور دولتی به کارش ادامه داد. رؤسای جمهور آمریکا و قانونگذاران تا مدت ها نظر او را جویا می او در یکی از مقاله های اخیرش که در هفته اکونومیس منتشر شده است با بررسی چرایی بیرون شدن نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و تسلیم دهی قدرت به گروه طالبان پرداخته است در نامه اکونومیست او نوشته که آنچه که در افغانستان رویداد یک شکست داوطلبانه و ناگزیر آمریکا بود و واشنگتن خود را در شرایطی دید که مجبور به عقب نشینی از افغانستان شد او نوشته در تصمیمی که هیچ توجهی به هشدار همپیمانان یا افرادی که در طول 20 سال گذشته در افغانستان حضور دارند نشد و مشاوره با آنان صورت نگرفت او در این مقاله پرسیده که چرا باید در میان مردم آمریکا چالش اساسی این گونه تصویر شود که یا باید به طور کامل بر افغانستان چیره شویم یا کاملا عقب نشینی کنیم کسینجر تاکید کرده بود که نمیتوان با هیچ اقدام راهبردی دراماتیکی دیگری که در آینده نزدیک در دسترس نخواهد بود شکست در افغانستان را جبران کرد ارائه تعهدات جدید در دیگر مناطق میسر نیست و صرفا باعث ناامیدی همپیمانان و شادمانی کشورهای متخاسم آمریکا می شود. هنری کسنجر در بخشی از مقاله خود به مقایسه اتفاقی که برای آمریکا در افغانستان افتاد با شرایط که این کشور در عراق و ویتنام دچار آن بود پرداخته و نوشته زمانی که ایالات متحده آمریکا جان سربازانش را به خطر می اندازد، و با استفاده از جایگاه خود کشورهای دیگر را با خود امراه میسازد. باید این کار را بر اساس مجموعه از اهداف استراتژیک و سیاسی انجام دهد از لحاظ استراتژیک باید بتواند شرایطی که در آن مینجنگیم را توصیف کند و از نظر سیاسی باید چارچوبی که طبق آن نتایج حاصله در کشور مربوطه و در سطح جهانی حفظ می شود مشخص شود اهداف دست نیافتنی راهبردی و سیاسی بخش دیگری از مقاله آقای کسنجر است او به طور مشخص مشکل آمریکا در افغانستان را این دانست که آمریکا به هنگام مبارزه با شورشها به دلیل عدم توانایی در مشخص کردن اهداف قابل تحقق و استمرار آن در چارچوب روندهای سیاسی داخلی خود را در ورطه از اختلافات داخلی مزمحل کرده و وارد جنگ های بیپایان شده است. این نظریه پرداز معروف آمریکایی در ادامه تصده بود که در شرایط وارد افغانستان شدیم که حمایت و استقبال گسترده مردمی را به دلیل حمله القاعده به آمریکا که از مبدع افغانستان تحت کنترل طالبان صورت گرفته بود را به امراه داشتیم و حمله نظامی اولیه به شکل موثری با پیروزی امراه شد. اما گروه طالبان توانست با فرار و پناگاه های خود در پاکستان به حیاتش ادامه دهد ده و از آنجا با کمک برخی مقامات پاکستانی در افغانستان سر به بر شورش بردارد کسینجر افزوده بود اما زمانی که طالبان از افغانستان فرار کرد ما هیچ تمرکز راهبردی نداشتیم و خود را قانع کردیم که برای ممانعت از ایجاد پایگاه های گروه های تروریستی راه جز تبدیل افغانستان به یک حکومت تجددگرا با نهادهای دموکراتیک و دولتی بر مبنای قانون اساسی وجود ندارد اما چون این طرح دارای جدول زمانی اما با فرایندهای سیاسی در آمریکا نبود. او سپس نوشته که در افغانستان هیچ زمانی دولت مدرن وجود نداشته است و به نظر او تشکیل حکومت نیازمند وجود تعهد مشترک و التزام به قدرت مرکزی است اما در خاک افغانستان چون این تعهد به یک قدرت مرکزی وجود ندارد. خصوصیت زیربنایی افغانستان بخش دیگر این مقال است. هنری کسنجر در ادامه نوشته که تشکیل یک دولت مدرن دموکراتیک در افغانستان که قدرت مرکزی بتواند احکام خود را در سر اثر جغرافی های کشور به اجرا بگذارد نیازمند یک دوره زمانی چند ساله و بلکه چند است اما این مسئله با ماهیت جغرافیایی و قومی و مذهبی افغانستان همخوانی ندارد به گونه ای که چند دستگی و عدم ارتباط میان ولایات مختلف و نبود یک مرکزیت واحد باعث شده است که افغانستان به زمین حاصل خیز برای سازمان های تروریستی تبدیل شود. این نظریه پرداز آمریکایی نوشته بود که اگرچه می توان رد پای وجود یک حکومت متمرکز در افغانستان را در قرن اجده دید اما در همان زمان نیز اقوام مختلف و شدت در برابر سلطه قدرت مرکزی مقاومت می کردن. بافت قومی و قبیله ایجاد شده در افغانستان ثبات سیاسی و نظامی را در این کشور به وجود آورده است. منظور یک نظام فئودالی است که سازماندهندگان نیروهای نظامی قبیله هستند و همزمان با رقابت میان یکدیگر به هنگامه حمله نظامی خارجی با یک دیگر متحد می شوند که نمونه آن را در زمان حمله انگلیس در سال 1839 یا حمله نظامی شوروی در سال 1972 می توان دید. کسنجر در این باره تاکید کرد که تاریخ افغانستان استدلال های کنونی در خصوص این که مردم این کشور حاضر به جنگ برای خود نیستن را رد می کند. در واقع آنها جنگجویان سلحشوری هستند که برای قبیله و طایفه و خودمختاری خود می جنگند. پایان حمایت داخلی مردم آمریکا. بخش دیگر این مقاله وزیر خارجه از آمریکا در ادامه نوشته است که جنگ در افغانستان به مرور به درگیری نامحدود با شورشیان سبب پیدا کرد و نشانه های جنگ های قبلی را به خود گرفت و این گونه حمایت داخلی آمریکایی ها به تدریج از بین رفت. در اصل پایگاه های طالبان نابود شد اما تشکیل حکومت در سرزمینی که جنگ آن را چند تکه کرده نیازمند حضور نیروهای نظامی زیاد است. سنجر تاکید کرده بود طالبان قابل مهار بود اما از بین رفتنی نبود بنابراین می طلبید تا نوع غیر متعارف از دولت تشکیل شود که این موضوع نیز موجب تضعیف التزام سیاسی و شدید فساد در افغانستان شد او معتقد است که می شد یک طرح جایگزین که اهداف قابل دسترسی را ترکیب می کرد در نظر گرفت و به جای نابودی طالبان به مهاران اندیشید و یک روی کرد سیاسی راه بردی جنبه های خاص افغانستان را مورد بررسی قرار میداد. داد بنابراین سوالی که پیش می آید این است که آیا ترکیب روند سیاسی با مبارزه ضد طالبان وجود داشت؟ کسنجر در پاسخ نوشته که کشورهای مختلف منافع متفاوتی در افغانستان دارند و یک دیپلماسی خلاق میتواند موجب اقدامات مشترک علیه تروریسم شود شکست غیر قابل جبران این نظر پرداز آمریکایی در بخش آخر مقاله خود نوشته بود که ایالات متحده باید به این درک برسد که هیچ اقدام در دسترس استراتژیکی برای جبران شکست خود در افغانستان ندارد و نمیتواند تعهدات جدیدی در مناطق دیگر بدهد چرا خروج بی برنامه و شتاب زده از افغانستان موجب ناامیدی دوستان آمریکا و خوشنودی دشمنان و سردرگمی ناظران شده است او نوشته بود که باید به دولت جو بایدن این فرصت را داد تا یک استراتژی همه جانبه و طبق ضروریات داخلی و بین المللی تدوین کند.